이제 그저스. 인정 마스주바스. از سر صورت این مسجد معلوم میشه که مربوط زمانهای بسیار بسیار دور کابل است. از درونش هم وقت میبینیم هنوز هم نقش‌نگارایی که در این مسجد صورت گرفته وجود داره. گرچه به خاطر حوادث طبیعی و همچنان جنگ آسیب‌های دیدن، میخوایم برم یک دور بزنم اینجا را ببینیم که طرف‌های دیگه چی هست. در کنار مسجد من چیز دیگه را هم میبینم. یک تعمیر است کاملا، فکر کنم که کاملا هم نی... یعنی خیلی تخریب شده، شاید امکان لرزش داشته باشه، نه فهم داخلش برم یا نرم، اما نمیتونم داخلش نرم چون واقعا دوست دارم یک بار برم داخلش ببینم. ها تا این قسمت هست، یک دور میزنیمش ببینیم چه خبر هست. میشه در پشتش یک تعمیر دیگه باشه ما بی خبر. یک بار میریم داخلش. خدا کنه خطرناک نباشه. تا امروز در برنامه زمان ما به هر جایی که رفتیم اکثرش در حال بازسازی بودن. اینجا خبری از بازسازی نیست، فقط یک چهاردیواری خرد برتان بگویم جور مانده که داخلش از دیدن نیست. بسیار کوچک است، فقط یک نفر جای میشده ایش. از داخل اینجا من یک برج را میبینم، دوست دارم شما را پیش برج هم ببرم برید ببینیم که اونجا چی است. امیدوار هستم نفتم. رای ورودی برج کاملا تخریب شده و براحتی نمیشه داخلش رفت، اما من دوست دارم چطوری برم؟ برم؟ من میتونم. اگه بفتم سالم خانه نمیرم. خدا جان لطفا متوجه این باش. ولی این برج بسیار بلند است و از بلندی از میتونم من چیزای دیارم براتون پیدا کنم و نشان بتم. ما داخل اون مسجد رفتیم که پیشتر شما دیدین، بعدش داخل اون تعمیر رفتیم که تخریب شده و در پهلوی مسجد یک جای دیگه هم هست که مطمئناً روزی او یک تعمیر بزرگ بوده، اما امروز بیشترین قسمتش به تپگک ها تبدیل شده چون تخریب شدن. و از این بالا من میتونم در پشت اینا یک باغ را ببینم، درخت های زیاد و در پشت درخت ها یک خانه معلوم میشه، یک خانه دو منزله قدیمی. او خانه به این حد تخریب نشده، واقعا کنجکاو هستم برو ببینم که او خانه چه خانه ای است، فعلا کسی است یا مربوط کی بوده، مربوط چند سال یا بهتر بگیم چندین دهه قبل میشه. حتما مرا همراهی کنین. خدایا یک خانه که به این شدت تخریب نشده، یک خانه دو منزله هم، یالا میتونم ببینمش. شما رو میخوایم داخل خانه برم و ها فکر نکنیم که همین تو گپ تمام است. ما امروز پیدا میکنیم که اینجا کجا است، چی است، از کی است، به چی خاطر بودم. باید کم منتظر باشیم به او خاطر. از اون خانه ای که برتان گفتم، خانه به رنگ کرمی، در پشت سر خانه قشنگی خزان رو به بهترین شکلش میشه دید.
بخوام شما رو اول اونجا یک چرخ بتون ببینیم که چقدر اونجا مقبول است. بعد از امورا مستقیم میریم داخل یه خانه. خانه‌ای که هست آیا محل زیست کدام پادشاه بوده؟ کدام پادشاه بوده نمیدانم. این رو براتون معلوم خواهد کردم، اما از شکلش معلوم میشه که خانه‌ای کدام فرد عامی مثل من نبوده. من داخلی خانه شدیم. آله نکته نکته اینجا رو بر شما نشان خواهد دادم. از طرف دولت مسئولیت نگهداریش داریم. بسیار خوب. چقدر وقت میشه شما اینجا هستین؟ تقریبا فدر من 19 سال میشه که نگهداری از باغ میکنم. باز دو بایدی بیدارم این دیگه بایی هستن. ما باز مسئولیت تقریبا یک ای سال میشه یک سه سال از من میشه. خب این باغ نامش گفتین چی هست؟ این باغ نام باغ پاشای بخارا هست. خب پس این خانم از پاچای بخارا هست. اینمی مربوطه. پاچای بخارا میگم زمانی که در افغانستان آمد و دولت امجرداد شد. باز اینجا را به خود خانه جور کرد و این باغش بود. جای بسیار قشنگی رو انتخاب کرد. بسیار خوب، تشکر. پس ما میتونیم کلش رو بگردیم؟ بگردیم. بسیار تشکر. سلامت باشید. تشکر بسیار. یادم از کتابی آمد که نویسنده آن همین پادشاه بخارا یا امیر سید عالم خان آخرین امیر بخارا است. در این کتاب خودش بیان کردن. ذات شاهانه اعلی حضرت امیر افغان از سمت جنوب کابل قلعه فتونام باغ شاهی را برای من بخشش نموده و 12,000 روپیه که برای هر ماه مخارجم مقرر نموده. امیر سید عالم خان پس از 9 سال سلطنت بعد از حمله و هجوم بلشویکی ها در ماه اپریل 1921 به افغانستان مجبور به مهاجرت می شود. گذشته از باغ بابر و قصر چهلستون در 8 کیلومتری جنوب شهر کابل قریه قلافتو موقعیت دارد. این باغ که در آغاز باغ کامل نبوده در زمان حکومت امان الله خان به یک باغ کامل تبدیل گردیده که در ساخت آن شاهزاده بلقیس سهم قابل ملاحظه ای گرفته است. در همجواری ساختمان مدرسه نیز اعمار گردیده بود که متاسفانه اثری از آن به جا نمانده. در کنار مدرسه دینی مکتبی نیز موجود بوده که نه تنها اولاده امیر بخارا و اقارب وی، فرزندان مردم محل نیز تحت آموزش قرار می گرفتند. آرامگاه امیر سید عالم خان پادشاه بخارا در شهدای صالحین شهر کابل واقع می باشد. چرین جایی از مثل دروازه، کلکین، همه از چوب ساخته شدن و همه چوب ها طرح‌های بسیار قشنگ به خود دارن که شما میتونید بسیار خوبی ببینید. اینا همه دست کار دست است.